گوشت خورده یا گوشش خورده یا نخورده میگه آره، بگه این همونه. اما با یه رویکرد خیلی علمی تر به مسئله داره نگاه میکنه و در زمره مباحث مالی رفتاری هست که خود مالی رفتاری ما الان چند تا خطش اون بالاتر با هم دیدیم، اقتصاد آزمایشگاهی اکسپریمنتال اکونومیک رو با هم دیدیم و میتونید از این مثال هم برای این آدم ها استفاده کنید، نه اینکه بخواید اونها رو علاقمند به این موضوع کنید، بلکه خودتون اطلاعات بهتری نسبت به موضوع بازارتون داشته باشید. چرخهای تجاری و معاملاتی که این چرخها الان جلوتر با هم میبینیم، جالبه که هر از چند گاهی اینا هی تکرار میشه، چرخه همراه با صعود، همراه با نزول، صعود نزول، صعود نزول، که بر اساس اون حتی یه سری سایت وجود داره. من یه بازه‌ای داشتم روی اینا چه کار میکردم، یه سری سایت هست که میاد میگه مثلا میاد تایم شرکت رو در میاره، بعد میگه که توی این تایم ها قرار انرژی این تیپی میبینه و میگه حالا مثلا توی این جریان قرارگیری ستارگان بیشترین انرژی منتقل میشه، مثلا این کار رو میشه انجام داد و به نفعتون هم هست. کانسپت یه آسترونومی داریم به نام ستاره شناسی، یه دونه آسترولوژی داریم به نام ستاره بینی. ستاره بینی یعنی اینکه تأثیر این ستارگان در کنار یکدیگر و به طریق اولا بر روی موجودات زنده در کره زمین و در کل دنیا. ستاره شناسی داستانش فرق میکنه، میاد میگه از نظر اجرام نگاه میکنه، میگه مثلا این چیه، این سیاره از نظر وزنی و جرمی اینطوریه، جنس خاکش اینه، در این مدار قرار گرفته، با این سرعت میچرخه، نمیدونم کلی دیتای این تیپی فیزیکال داره بهتون میده تو ستاره شناسی. پس دقت بکنیم که ما داریم دنبال آسترولوژی میگریم نه آسترونومی. آسترونومی اصلا داستانش اون کسایی هستن تو ناسا دارن کار میکنن، آسترونومی هستن. آسترولوژیست ها میشن همونایی که حالا یه قسمتیش هم میان در قالب، من مخصوصا این عکس بیت کوین و کف یه دونه استکان گذاشتم که انگار فال قهوه خورده، که آدم هایی که تو حوزه آسترولوژی دارن کار میکنن یه شاخه این آدم هایی که مثلا فال میرن سراغ اینجور چیزا میرن و اینا رو بلدن، از این ابزار دارن استفاده میکنن. نمیخوام الان مایندستتون رو به هم بریزم بابت این اتفاقاتی که هست، اما فقط یه بار با هم مرور کنیم. پینکالشا و جای دیپ چادری که توی هندوستان تو بمبئی بودن، پژوهششون ماه و بازار بوده، بررسی حرکات ماه بر شاخص بازار بمبئی. ببینید تا الان شما احتمالاً اون تای دلتون بابا چی داره میگه، ولی میخوام عنوانا رو بخونید و بعد بهش فکر کنید. این عنوان پژوهش بوده. یه پژوهش دیگه هم انجام دادن، تاثیر خورشید بر صنعت آیتی هندوستان، بررسی حرکات خورشید و ورودش در زودیاک، که حالا این زودیاک خودش تعریف بزرگی داره، من نمیخوام بهش بپردازم، که تو فروردین و خرداد و آذر سعودی بوده، به تایم ما تو مهمان نزولی بوده. این همون سیکلاس که مهمه برام. گابریل لپوری ایشون هم توی تاثیر خرافات بر بازدهی سهام شرکت ها توی بازار بورس بررسی کرده، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی، بازدهی کمتر از میانگین و فشار خرید توی این تایم ها افت میکنه رو اومده بهش رسیده. دقت داشته باشیم وقتی که دو تا ستاره در کنار هم قرار میگیرن، یا اصلا ماه که باعث از جزر و مد میشه، چطور میتونیم منکر این بشیم که بدن من و شما که قسمت عمدهش از آب تشکیل شده، به طریق اولا از این انرژی که داره روی چی میگن جامد که نیست، مایعات داره، یعنی غیر انسان داره، غیر از موجود زنده داره تاثیر میذاره، رو من تاثیر نذاره. احتمالاً هممون با این ویدیو جنجالی برخورد کردیم که یه خانومی هست میاد میره به مترو برسه، نمیرسه، بعد یه گالری توی ایستگاه مترو تشکیل شده، بعد میاد میگه که این عکس آب زمانی که مثلا این انرژی رو بهش دادن، این در مورد خوبی دارن حرف میزنن، در مورد بدی نمیدونم، این واژه رو مثلا دیدیم دیگه، مثلا ترکیب مولکولاش عوض شده. حالا چقدر صحیح و غلطه رو بحث ندارم روش، ولی میخوام بگم یه چیزایی هست بعد بهش یه مقدار بها بدیم. اگر من توی سایکل رشد بازار کریپتوکارنسی تا 20 کوارتال اول یا دوم 2022 هستم، به هر دلیلی که شاید یک قسمتیش همین آسترولوژی باشه، باید گینام بگیرم. یا اگر توی بر اساس همین آسترولوژیست ها در برج 2 و 3
خرداد سال امسال دو وسته سال 99 گفتن تو استاک مارکت الان بازار، حالا به صورت خاص تهران اومدن دیدن دیگه شاید مثلا خیلی رکود جذابیتی نداشته باشه، رفته باشه تو رکود، خب باید بپذیریم که یه مقداری باید بهش بیشتر بها میدادن و 8-9 ماه الان همشون تو ضررن، اصل مایشون هم به ضرر نشسته. همینطور اسکرول کنیم بیم پایین، سوابق الباقی هم شما میتونید ببینید، من قصد روحانی ازش ندارم، این تیکر به خودتون میسپارم. اما در خصوص معرفی و بررسی کتب مرتبط، اگر علاقمند به این داستان شدین، چون برای تحقیقات متفاوتی وجود داره، مثلا تاثیر سمبل تقویم چینی بر شاخص های اس ام پی، امسال سال چیه چینی هست؟ بله سال گاو هست. و جالب بدونید که سال موش و سال ما، سالی که گذشت سال موش بود فکر میکنم، درسته؟ الان فی‌البداهه به این رسیدم، و الکس میسمی سال 2013 به این رسیده که تاثیر سمبول ها اسم رو شاخص اس ام پی 500، میگه وقتی که سال ها موش و ماره، بازده کمتری در دوره نگهداری نصیب سهامداران میشه توی بازارهای مالی. شرایط اقتصادی و کرونا رو دیدیم، دخل همه شرکت ها رو آورد، خیلی از شرکت هایی که تو حوزه آیتی خوب کار نکرده بودن. بررسی کتب و کتاب جهان مالی، ارشد معاملات سیاره‌ای سهام، سرمایه گذاری به کمک ستارگان، کتاب چرخهای نجوم بازارهای سفته بازی، ستاره بینی مالی، کتاب های، حالا اینا دیگه توش توضیح دادم دیگه، مثلا این ستاره بینی مالی میگه برای بیش از 50 سال بهترین کتاب بوده و درست کتاب قدیمی 1982، الان شاید مثلا چیز بوده، کتابی که این همه سال تو تاپ 10 بوده دیگه آدم باید بهش مقدار اعتماد بکنه. و بررسی چرخهای بزرگ اقتصادی و تاثیر اون بر کسب و کارهاست، و کلی دیتا که شما اگر به این حوزه علاقمند باشین، یه گوگل ساده شما رو به یک دنیای از محتوا میرسونه. فقط کافیه یه مقداری دیتا بگیریم، بعد بیایم توی وقتی من توی یادتونه یکی از ابزارهای خیلی خوب تکنیکال رو بهتون گفتم مکدیه، که بیاین تایم فریم های بلند مدت رو نگاه کنید، وقتی توی تایم فریم بلند مدت همراه با سود رشد بود، بیا توش وارد شو با روند که دعوا نداریم. زمانی هم که کریپتوکارنسی داره برمیگرده کرش میخواد اصطلاحا بازار بکنه، خدا حافظ شما، ما میایم یه دو سال میشین زندگی میکنیم، یه کار دیگه انجام میدیم. شما یاد گرفتی، شما تو بورس کار کردی، شما تو بازار بین المللی تو کریپتو کار کردی، دیگه بازاره دیگه برات خیلی روونه. طلا و نفت از سبدتون خارج نکنید، بهش فکر کنید، حداقل یه سال یک سال نیم فرصت دارین از کریپتو کیفشو ببرید، اون پولی میلیونی که در آوردین، ان شاءالله میلیون دلاری که در آوردین، برین سراغ نفت با هم میریم. کتاب پیشبینی بازار سهام دونالد بردلیگ، اینکه این چرخهای نجوم کاربردون و بازار سهام پرداخت و برخی ترکیبات سیاره مثل اورانوس، جوپیتر، ونوس و غیره رو مورد تجزیه تحلیل قرار داده، که آکواریوس هم یکی از قویاشه که الان توی همون عصر آکواریوسی میشه. نرم افزار کاربردی توی ستاره بینی مالی گن تریدر سافتوره، ببینید اگر بهتون گفتم و هم گن دیگه، مگی استرولوژی، مارکت آنالیز سافتور و تایمینگ سولوشن سافتوره، که عملا همون کار گن رو انجام میده. شرط استفاده از اینها هم آشنایی با تحلیل تکنیکال و مفاهیم ستاره بینی، که طرف بدون بسیار چیز پیچیده ای هم هست، به این راحتی کسی نمیتونه از سر از این داستان در بیاره. و توی حوزه استرولوژی هم مثل بقیه حوزه کلی کلاهبردار وجود داره، وبسایت ها و کانال های تلگرامی فارسی و انگلیسی، اوف برای انگلیسیش خیلی بیشتر از فارسیشه، سایت های بررسی وضعیت ستاره بینی افراد، مثلا میگن ما نمیدونم تایم رایزینگ و اینا رو در میاریم، این کلکای چیز میزنن، پولای گنده و مردم متاسفانه میگیرن. وبسایت های ستاره بینی اقتصادی، سرمایه گذاری، معامله گری، که این تیکه سومش من فارسی ندیدم واقعیتش، ولی انگلیسی فوق العاده زیاده، فوق العاده زیاده، و خب بعد آدم حواسش باشه. راه پیدا کردن شاید مثلا سرویس های خوب اینه که ریویو بخونیم ببینیم مثلا آدم کلاهبردار نیست، چرت میگه، درست میگه یا نه. و در نهایت MBTI هم که گفتم جابجاش کردم و بودمش اینجا. خب امیدوارم که از این کلاس هم لذت برده باشین و مفید و فایده قرار گرفته باشه. و
آقای حاجیان، میکروفون شما باز هست.